سلام به شما همراهان کانال چتر سفید. خوشحال میشم برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت لطفاً یادتون نره. با ما همراه باشید. بیاندیشید و ثروتمند شوید. نویسنده ناپلئون هیل. قسمت هشتم. در افراد نقطه ضعفی وجود دارد که هیچ چاره‌ای برای آن نیست. این نقطه ضعف فراگیر فقدان جاه طلبی و بلند پروازی است. بعضی افراد به خصوص حقوق بگیران که اوقات فراغتشان را برای آموزش در خانه زمان بندی می کنند، به ندرت مدتی طولانی جز نفرات آخر می مانند. آنها به سرعت پیشرفت می کنند. رفتارشان راه را برای صعود رو به بالا باز می کند. موانع زیادی را از مسیرشان برمی دارند و توجه مساعد افراد قدرتمند را برای فرصت گرفتن از آنها جلب می کنند. روش کارآموزی آموزش در خانه متناسب با نیازهای افراد شاغل است. به خصوص آنهایی که بعد از ترک تحصیل پی می‌برند، باید دانش تخصصی اضافه‌ای کسب کنند، اما نمی‌توانند وقتی را به بازگشت به تحصیل اختصاص دهند. شرایط اقتصادی متغیر حاکم از زمان بحران اقتصادی این موضوع را برای هزاران نفر الزامی ساخته است که منابع درآمد جدید اضافه‌ای پیدا کنند. ممکن است مشکل بیشتر آنها فقط با کسب دانش تخصصی حل شود. بسیاری مجبور خواهند شد کلن شغلشان را عوض کنند. وقتی تاجری می فهمد خط تولید کالای خاصی فروش نمی رود، معمولاً آن را با کالای دیگری جایگزین می کند. کالایی که مردم بیشتر تقاضا می کنند. فردی که کارش فروش خدمات شخصی است نیز باید یک کاسب کارآمد باشد. اگر خدماتش بازده کافی در یک حرفه نداشته باشد، باید آن را تغییر دهد تا به فرصت‌های وسیع‌تری دست یابد. استوارت اوستین وایر به عنوان مهندس ساختمان کار می‌کرد و این کار را ادامه داد تا اینکه بحران اقتصادی بازارش را تا حدی محدود کرد که دیگر درآمد مورد نیازش را به دست نمی‌آورد. او موقعیتش را ارزیابی کرد و تصمیم گرفت حرفه‌اش را به رشته حقوق تغییر دهد. به دانشگاه برگشت و دوره‌های آموزش تخصصی را گذراند تا به عنوان یک وکیل شرکتی آماده به کار شد. به رغم این حقیقت که بحران اقتصادی تمام نشده بود، او دوره آموزشیش را تمام کرد. در آزمون وکالت قبول شد و به سرعت دفتر حقوقی پردرآمدی را در دالاس تگزاس تأسیس کرد. در حقیقت مسیرش را به سمت موکلان تغییر داد. فقط برای ساماندهی سوابق و پیشبینی عذر و بهانه های کسانی که خواهند گفت من نمیتوانم تحصیل کنم چون خانواده ای دارم که باید از آنها حمایت کنم یا سن من خیلی بالاست، این اطلاعات را اضافه خواهم کرد که آقای وایر بیشتر از 40 سال داشت و وقتی به دانشگاه برگشت متأهل بود. به علاوه با انتخاب دقیق دوره‌های آموزشی بسیار تخصصی که دانشگاه‌ها به بهترین نحو آماده تدریس این رشته‌های انتخابی هستند، طی 2 سال کاری را به پایان رساند که بیشتر دانشجویان حقوق برای تکمیل آن به 4 سال وقت نیاز دارند. آگاهی از نحوه کسب علم و دانش ارزش دارد. شخصی که مطالعه و آموزش را متوقف می کند فقط چون دانشگاه را تمام کرده است، همیشه با ناامیدی محکوم است آدم معمولی و کم استعدادی بماند. مهم نیست چه حرفه‌ای داشته باشد. راه موفقیت، راه پیگیری مداوم و مستمر علم و دانش است. بگذارید نمونه خاصی را بررسی کنیم. در طول بحران اقتصادی یک فروشنده خاربار فروشی کار و موقعیتش را از دست داد. او که سابقه دفترداری داشت، دوره آموزش تخصصی در زمینه حسابداری را گذراند. با جدیدترین تجهیزات دفترداری و اداری آشنا و وارد آن حرفه شد. ابتدا با خاربار فروشی شروع کرد که قبلا برای آن کار کرده بود و با بیش از 100 تاجر کوچک قرارداد بست تا با حقوق ماهیانه بسیار کمی به دفترشان رسیدگی کند. فکر او آنقدر عملی بود که خیلی زود به تأسیس دفتری سیار و قابل حمل در یک کامیون تحویل بار نیاز پیدا کرد. کامیونی که مجهز به بساط جدید دفترداری بود. اکنون او کاروانی از این دفاتر دفترداری سیار دارد. هیئت بزرگی از دستیاران را استخدام می کند و خدمات حسابداری را با هزینه ناچیزی به کاسب و تاجران کوچک ارائه می دهد. خدماتی که معادل بهترین خدمات پولی هستند.
دانش تخصصی و قدرت تخیل عواملی بودند که وارد این تجارت موفق و بی‌نظیر شدند. سال گذشته صاحب آن تجارت که بحران اقتصادی بعد اقبالی موقتی را بر او تحمیل کرده بود که ثابت شد نعمتی در لباس مبدل بوده است، مالیات بر درآمدی پرداخت کرد که تقریباً 10 برابر مبلغ پرداخت شده تاجری بود که برایش کار میکرد. شروع این تجارت موفق یک ایده بود. چون من این ایده را به فروشنده بیکار دادم، الان پیشنهاد دیگری دارم که امکان درآمد بیشتری را فراهم میکند. همچنین امکان ارائه خدمات مفید به هزاران نفری که به شدت به آن نیاز دارند. این ایده را فروشنده پیشنهاد کرد که دست از فروش برداشت و وارد حرفه دفترداری گسترده ای شد. وقتی این طرح به عنوان راه حلی برای مشکل بیکاری او پیشنهاد شد، به سرعت اعلام کرد این فکر را دوست دارم اما نمیدانم چطور آن را عملی کنم. به عبارت دیگر او شکایت کرد که نمیدانست چطور دانش دفترداری خود را بعد از فراگیری آن به بازار عرضه کند. از این رو مشکل دیگری پیش آمد که باید حل می شد. با کمک یک زن جوان تایپیست که در نگارش دستی ماهر بود و می توانست وقایع را ادغام کند و کنار هم بگذارد، کتاب بسیار جذابی آماده شد. کتابی که فواید و مزایای نظام جدید دفترداری را توصیف می کرد. صفحات آن به طور مرتبی تایپ و در یک مجموعه معمولی چسبانده شدند. این صفحات به عنوان فروشنده صامت به کار رفت. داستان این حرفه جدید آنقدر مؤثر تعریف شد که صاحب آن حرفه خیلی زود صورتحساب‌های بیشتری را مدیریت کرد. هزاران نفر در کل کشور وجود دارند که به خدمات یک متخصص بازارپردازی نیاز دارند، کسی که قادر است خلاصه جذابی برای فروش خدمات شخصی آماده کند. ممکن است مجموع درآمد سالیانه از چنین خدماتی هم برای فروشنده هم خریدار به راحتی فراتر از درآمد دریافتی از بزرگترین سازمان اشتغال باشد. ایده توصیف شده در اینجا برای پوشش دادن موقعیت اضطراری آن فروشنده به وجود آمد. اما فقط با خدمات رسانی به یک نفر متوقف نشد. زنی که این فکر و ایده را ساخت قدرت تخیل زیرکانه‌ای داشت. ساخت یک حرفه جدید زاییده افکار جدید او بود. حرفه‌ای که خدمات ارزشمندی به هزاران نفر ارائه می‌داد. افرادی که به راهنمای عملی در زمینه فروش خدمات شخصی نیاز داشتند. این زن پر انرژی با موفقیت آنی اولین طرح آماده برای فروش خدمات شخصی انگیزه پیدا کرد. پس از آن راه حلی برای مشکل پسرش یافت. پسرش به تازگی دانشگاه را تمام کرده بود اما قادر نبود بازاری برای خدماتش پیدا کند. طرحی که او برای پسرش ابداع کرد کاملترین نوع فروش خدمات شخصی بود که تا کنون دیدم. وقتی کتاب طرح او کامل شد حاوی تقریبا 50 صفحه از اطلاعاتی بود که به زیبایی تایپ شده و به درستی ساماندهی شده بودند. این کتاب داستان توانایی ذاتی پسرش، تحصیلات، تجربه‌های شخصی و اطلاعات دیگری از او را تعریف می‌کرد که توصیف آنها خیلی وسیع بود. این کتاب طرح شامل این موارد بود. الف، توصیف کامل موقعیتی که پسرش می‌خواست. ب، توصیف واضح طرح دقیقی که در کسب آن موقعیت به کار برده بود. آماده کردن کتاب طرح نیازمند کار و تلاش چند هفته‌ای بود. طی آن مدت خالق آن طرح پسرش را هر روز به کتابخانه عمومی می‌فرستاد تا اطلاعات لازم برای فروش خدماتش با بهترین سود را به دست آورد. او پسرش را نزد رقیبان کارفرمای آینده‌اش نیز می‌فرستاد و اطلاعات مهمی درباره روش‌های تجاری آنها گردآوری می‌کرد. این اطلاعات ارزش زیادی در به دست آوردن اطلاعات طرح کاربردی او در کسب موقعیتی داشت که جستجو می‌کرد. وقتی این طرح کامل شد، حاوی بیش از نیمی از پیشنهادهای دقیق و کاربردی برای استفاده و کمک به کارفرمای آینده بود. ممکن است شخصی بخواهد بپرسد چرا این همه زحمت و دردسر بکشیم تا امنیت شغلی داشته باشیم؟ پاسخ آن درست به این نکته اشاره می کند و شگرف است، چون به موضوعی می پردازد که نسبت تراژدی در میلیون ها مرد و زنی را فرض می کند که تنها منبع درآمدشان خدمات شخصی آنهاست. پاسخ این است، انجام خوب یک کار اصلا زحمت و دردسر نیست.
طرحی که این زن برای کمک به پسرش آماده کرده بود به او کمک کرد تا شغل مورد درخواستش را پیدا کند و در اولین مصاحبه با حقوقی که خودش تعیین کرده بود آن شغل را بگیرد. به علاوه و این نیز مهم است، لازم نبود مرد جوان در آن موقعیت شغلی از پای شروع کند. او کارش را به عنوان یک مدیر اجرایی تازه کار با همون حقوق مدیران اجرایی دیگر شروع کرد. آیا شما هم میپرسید چرا این همه زحمت و دردسر؟ به یک دلیل. معرفی طراحی شده برای تقاضای شغلی این مرد جوان باعث شد 10 سال از زمان لازم برای رسیدن به همان جایی که شروع کرد، اگر از پایه شروع کرده بود و در کارش پیشرفت می‌کرد، کم شود. ممکن است فکر شروع کار از پایه و پیشرفت در کار درست به نظر برسد. اما مخالفت اصلی با آن این است که بسیاری از آنهایی که از پایه شروع می کنند هرگز آنقدر اعتماد به نفس ندارند که در آن فرصت دیده شوند. بنابراین در همان رتبه پایه باقی می مانند. همچنین باید به یاد داشت که چشم‌انداز آینده از سطح پایه چندان روشن یا دلگرم کننده نیست و بلند پروازی را از بین می برد. ما آن را گرفتار شدن در زندگی روزمره می نامیم. این به این معناست که ما تقدیرمان را می پذیریم چون به روزمرگی عادت می کنیم. عادتی که در نهایت آنقدر قوی می شود که دیگر سعی نمی کنیم آن را پنهان کنیم و این دلیل دیگری است که شروع کار از 1 یا 2 مرحله بالاتر از پایه مفید است و ارزش دارد. با انجام این کار به نگاه کردن به اطراف و دیدن اینکه چطور دیگران پیش می روند، همچنین به مشاهده فرصت و پذیرش و استفاده از آن بدون درنگ عادت می کنیم. دان هالپین نمونه عالی از منظور من است. او در دوران دانشگاه مدیر تیم فوتبال قهرمان ملی 1930 نوتردام بود که شادروان کنات راکن سرپرستی آن را بر عهده داشت. شاید این مربی فوتبال برجسته الهام بخش او بود تا بلند پرواز باشد و شکست موقتی را با شکست کامل اشتباه نگیرد. درست همانطور که اندرو کارنگی رهبر صنعتی برجسته به دستیاران حرفه‌ای جوانش انگیزه داد تا اهداف بالایی برای خودشان تعیین کنند. در هر صورت هالپین جوان دانشگاهش را در زمان بسیار نامساعدی تمام کرد، چون بحران اقتصادی باعث شده بود مشاغل کمیاب شوند. بنابراین بعد از دوره کوتاه و با شتاب بانکداری سرمایه و سینما، اولین فرصت شغلیش را با آینده بالقوه که میتوانست پیدا کند به دست آورد. فروش سمعک‌های برقی به صورت کارمزدی. هر کس میتوانست آن نوع شغل را انجام دهد و هالپین این را میدانست، اما این کافی بود تا در فرصت‌ها به روی او باز شود. تقریباً 2 سال به شغلی ادامه داد که علاقه‌ای به آن نداشت و اگر به نارضایتیش اهمیت نمی‌داد، هرگز بیشتر از این در این شغل پیشرفت نکرده بود. او ابتدا شغل دستیار مدیر فروش بودن شرکتش را هدف قرار داد و آن را گرفت. همان 1 قدم رو به جلو آنقدر او را بالاتر از دیگران قرار داد که توانست فرصت بهتری را ببیند و آن قدم هم او را در جایی قرار داد که آن فرصت توانست او را ببیند. او چنان رکورد خوبی از فروش سمعک‌ها به دست آورد که اندروز رئیس هیئت مدیره شرکت محصولات استراق سمع تلفنی دیکتوگرافی و رقیب تجاری شرکتی که هالپین برای آن کار می‌کرد تمایل داشت با دان هالپین آشنا شود. مردی که فروش زیادی از شرکت دیکتوگرافی قدیمی به دست آورده بود. وقتی مصاحبه تمام شد، هالپین مدیر فروش جدید و مسئول بخش سمعک بود. آقای اندروز برای امتحان کردن ذات هالپین جوان 3 ماه به فلوریدا رفت و او را با شغل جدیدش تنها گذاشت تا در آن غرق شود. اما او غرق نشد. منظور واقعی کنات راکن این بود که دنیا افراد برنده را دوست دارد و وقتی برای بازنده ها ندارد. این منظور به هالپین انگیزه داد تا وقت زیادی را صرف شغلش کند. او چندی پیش به عنوان نایب رئیس شرکت و مدیر کل بخش سمعک و رادیو صامت آن انتخاب شد.
شغلی که بیشتر مردان افتخار می کردند با 10 سال تلاش صادقانه آن را به دست آوردند، هالپین کمی بیشتر از 6 ماه به چیزی که می خواست رسید. سخت است بگوییم کدام یک از آنها، آقای اندروز یا آقای هالپین، سزاوار تعریف و تحسین بیشتری هستند، چون هر دو نشان دادند ویژگی بسیار نادری به نام قدرت تخیل را دارند. آقای اندروز سزاوار تحسین است چون فردی فعال و زیرک با داشتن بالاترین رتبه را در هالپین جوان دید. هالپین سزاوار تعریف است چون از سازش با زندگی و قبول به حفظ کردن شغلی که نمیخواست انجام دهد امتناع ورزید. سپاس از همراهی شما. تا ویدئوی بعدی، خدا نگهدارتون.